مسئله رابطه یکی از ریشه‌ای ترین و عمیق ترین مسائل در روانشناسی هست. و وقتی ما صحبت از رابطه میکنیم، در حقیقت صحبت از یک مسئله چند بعدی و بسیار فراگیر و مهم داریم میکنیم. بنابراین من خودم فکر کردم که خب ما یکی به این دلیل، یکی به دلیل این که حالا با وجود این که ما این همه مسئله رابطه برامون مهم و دائمی و روزمره هست، یعنی از صبح که چشممون رو باز میکنیم تا شب به شکل‌های مختلف با همسر، با فرزند، با همکار، با همشهری، با رئیس، با نمیدونم دوست سر و کار داریم، با وجود این متاسفانه این همه توی روابطمون دچار مشکل هستیم و این مشکلات در حقیقت خیلی وقتا میتونه برای ما آسیبزا باشه، میتونه برای ما مشکلات حالا روحی و عاطفی و غیره و عملی به وجود بیاره. من میخوام نور اینو ببخشید کم کنم که یکم فکر میکنم میزنه توی این نکم و منعکس میشه. و با وجود این که ما این مشکلات رو داریم و اگر شما به هر طرف خودتون که نگاه بکنید توی جامعه، توی اطرافیانتون، میبینید که تقریبا جایی نیستش که رد پای مسئله رابطه و مشکلاتی که یا مستقیما ارتباطی هستند یا ریشه در روابط دارن وجود نداشته باشه. همه جایی هست. علارغم این اهمیت و علارغم این نیاز مبرم، متاسفانه ما توی مدرسه و حتی خانواده و جایی که باید اینو به خصوص از کودکی به ما آموزش بدن، ما مهارت‌های ارتباطی رو یاد نمیگیریم. کسی به ما اینا رو نمیگه و یک خلأ بسیار عمیق و جدی وجود داره توی این زمینه. که حالا من با توجه به اینکه به هر حال بیشتر عمرم بودن ایران زندگی کردم، اینجا کارو تحصیل کردم و خب یه دفعه 15 سالی هم در خارج از ایران بودم، در چند تا کشور بودم از جمله در استرالیا. حالا بیشتر تو کشور استرالیا، تو کشور پیشرفته دارم میبینم که روی موضوع کار میکنن و مراکزی هستن، مراکز آموزشی هستن که سلامت روان، سلامت ارتباط، سلامت زناشویی و غیره رو آموزش میدن. ورکشاپ های مختلفی برگزار میشه و من خودم جزوش بودم، من خودم برگزار کردم، البته خب طبیعتاً به زبان انگلیسی در این مراکز فعالیت داشتم. و هر قد که این همکاری بیشتر میشد و من حالا بیشتر این ورکشاپ ها و اینا رو شرکت میکردم یا برگزار میکردم، دائم تو ذهنم بود که چقدر ما به این احتیاج داریم، مردم ما چقدر به چنین چیزی نیاز داره. و در واقع به شکل فزاینده احساس میکردم مایل هستم که اینا رو با مردم خودمون به خصوص در میون بذارم. و این بود که فکر کردم که هرچی زودتر کلیده یه چنین کاری رو بزنیم و سعی بکنیم که حالا از اون دانسته ها و آموخته های هرچند اندک و ناقصمون یه ارمغانی به مردم عزیزمون بدیم، شاید بتونیم یه تأثیر مثبتی روی سلامت روان و ارتباط و خانواده و غیره توی مردم عزیزمون و کشور عزیزمون، حالا مردم هرچی که هستن فرق میکنه و فارسی زبانان عزیز، یه چنین تأثیر رو بذاریم، یه چنین خدمت هرچند کوچیکی رو بکنیم. بله بله، همینطور آقای دکتر. همینطور که آقای دکتر شما فرمودین، بخش بزرگی از سلامت روان ما به این بستگی داره که روابط ما با دیگران، با افراد مهم زندگیمون به چه شکله. که حتی یه جمله هست از گلاسر که میگه که منشأ و مادرچاه همه اختلالات روانی پایدار در واقع در چگونگی این روابط هست. یعنی میگه که توی بررسی هایی که انجام دادم، حالا با افراد مختلفی که مثلا دچار وسواس بودن، افسردگی بودن، اضطراب بودن، پنیک بودن، نمیدونم فوبیا، که اینها روابطشون و افراد مهم زندگیشون خرابه. و کاملا شما درست میفرمایید، نقش پررنگ و بسیار مهمی رابطه در زندگی ما داره
که به نظرم ما بهترین و مفیدترین کاری که میتونیم در حق خودمون انجام بدیم اینه که سواد رابطمون رو بالا ببریم، یعنی مهارت این که چطور یک رابطه اصولی و درست رو برقرار بکنیم این رو یاد بگیریم، یعنی یه سرمایه گذاری بکنیم در این حوزه، حوزه رابطه، و اینجاست که بعدش متوجه میشیم که چقدر کیفیت زندگی ما افزایش پیدا کرده و چقدر ما در واقع میتونیم شادتر زندگی بکنیم. در مورد این که حالا شما گفتین که عنوان کلی این دوره هنر رابطه هست، خب حالا تعداد جلساتش رو بفرمایید، زمان بندیش برای ایرانیان به چه صورته، برای خارج از حالا ایران به چه صورته؟ حتما عرض کنم که بله بفرمایید من منتظر جوابتون هستم. من اول عرض کنم که ما اطلاعات و جزئیات مربوط به این دوره ها و به این کارگاه به خصوصی رو که حالا پیش رو هست به طور کامل در تمام رسانه های من منتشر کردیم و همچنان منتشر خواهیم کرد، یعنی الان پوسترش و توضیحاتش به همراه بروشور ویژه این کارگاه همه در کانال من و در کانال تلگرام منظورم است و کانال واتساپ هم من دارم، در کانال واتساپ هم، کانال تلگرام هم، در وبسایت هم، حتی در اینستاگرام هم وجود داره، عزیزان میتونن مراجعه بکنن بخونن پوستر رو، حالا بیشتر حالت بروشور و توضیحات رو بیشتر داره، و باز اگه سوالی داشتن تماس بگیرن، ادمین پاسخگو خواهد بود، ولی خب من هم حالا در خدمتون هستم جواب میدم. این کورس قرار روزهای یک شنبه برگزار بشه، یعنی کارگاه فعلی اصول رابطه مناسبت کارگاه اول در وقت روزای یک شنبه برگزار بشه، بنابراین اولین جلسه ما دقیقا یک هفته دیگه است، یک شنبه آینده 28 آبان اگر اشتباه نکنم 28 آبان هست و بله یک شنبه 28 آبان و در واقع میشه 19 نوامبر. ما طوری تنظیم کردیم تایم رو که ایرانیان استرالیا و ایران و حالا افغانستان و اگه تاجیکستان ایران باشن که چه بهتر، و همینطور عزیزان ایرانی که توی اروپا هستن میتونن شرکت بکنن، یعنی توی یه محدوده زمانی هست که تقریبا برای همه قابل حضوره، قابل شرکت. به وقت تهران ساعت 11:30 تا 1:30، 11:30 صبح تا 1:30 بعد از اون، به وقت لندن ساعت 9 تا 11 صبح هست و به وقت همین شهر پرت که من توش هستم 2, 3, 4, 5 بل ساعت 6 میشه، 6 بعد از اون، به وقت غرب استرالیا 6 بعد از ظهر تا 8 بعد از ظهر هستش. و البته برای کسانی که شرق استرالیا هستن دیگه یه کمی دیر میشه، یعنی شروعش میفته ساعت 9 شب و یا 10 شب تموم میشه، حالا مگه که یکم شب زنده دار باشن بتونن بیدار بمونن و در خدمتشون باشه. اما بله بفهم دوره اول با عنوان اصول رابطه موفق چند جلسه؟ دو جلسه؟ بله، این دوره 5 جلسه است، هر جلسه 2 ساعت، پس ما 5 تا یک شنبه پشت سر هم این کارگاه اول رو خواهیم داشت که عرض کردم اولینش یک شنبه آینده 28 آبان 1402 هست و همون 19 نوامبر 2023. بله 2 ساعت و 5 جلسه، یعنی در مجموع 10 ساعت ما در خدمت عزیزان خواهیم بود و رابطه هزینه برای عزیزان خارج از ایران 150 دلار هست بابت این 10 ساعت.
ولی برای عزیزان داخل ایران ما یه چیز بلوش 80% تخفیف در نظر گرفتیم که میشه 700,000 تومان. 700,000 تومان؟ بله بله، بابت 5 جلسه، یعنی 10 ساعت در. بله بسیار عالی. واقعا خیلی خزینه منصفانه ای آقای دکتر شما در نظر گرفتین. فکر میکنم که همه اقشار بتونن توی ایران استفاده بکنن، یعنی 700,000 تومان دوستان برای 5 جلسه، اون هم با تدریس فوق‌العاده آقای دکتر ساسان حبیبوند که قبلا هم من یادمه که یک دوره خودشناسی شما برگزار کردین و تعدادی از دوستان خود من شرکت کردن و هنوزه که هنوزه تعریف میکنن از محتوایی که حالا شما ارائه دادین توی کلاس و کیفیت تدریستون و بسیار بسیار راضی هستن. به خاطر همین من این رو به دوستان عزیز میگم که اعتماد بکنن به آقای دکتر و در کلاسشون شرکت بکنن. این کلاس رو به ما بقیه دوستانشون آشناهاشون اطلاع رسانی بکنن که انشالله همه بتونن از این فرصت استفاده بکنن. و یه جمله ای هست از یالوم روانپزشک آمریکایی که میگه همه چیز به رابطه ها برمیگردد. همه چیز به رابطه ها، یعنی این حرف خیلی حرف بزرگیه که همه چیز به رابطه ها برمیگرد. اینطور که شما فرمودین آقای دکتر، ما از وقتی که از بدو تولد، از موقعی که به دنیا میایم در تعامل با جهان هستی و افراد اطرافیان پدر و مادرمون قرار میگیریم و رابطه از همون ابتدا آغاز میشه تا وقتی که میخواییم در واقع این جهان رو ترک بکنیم. بله من بله. حالا نمیدونم توی همین دوره است یکی از سرفصلاتون دیدم که در مورد دلبستگی شما یعنی اون PDFی که من دیدم در مورد دلبستگی و این دلبستگی یکی از در واقع موضوعات و مباحث مهم در علم روانشناسی هست که من دیدم شما سعی کردین که این موضوع رو هم بهش بپردازین. ببینید دوستان، اگر به نظر من اگر شما دوره آقای دکتر رو شرکت بکنین، یعنی دوره رو به صورت کامل شما دریافت بکنید و شرکت بکنید، در واقع شما هر آنچه که قرار هست از صفر تا رابطه ببینین. بله گوشیم زنگ خورد، فکر کنم یک کوچولو قطع شدم. هر آنچه که قرار هست که از صفر تا صد رابطه بدونین و اصول رابطه سالم و درست شما میتونین به دست بیارین و در واقع این یه سرمایه گذاریه که هیچ وقت ازش از اینکه این سرمایه گذاری انجام دادین پشیمان نخواهید شد. حالا همینطور که برخی از دوستان ممکنه که من رو هم بشناسن که من حیطه فعالیتم زوج و رابطه هست، تمام مراجعینی که در واقع میان و مراجعه میکنن دوستان مشکلشون رابطه است، چون فردی که مجرده و میاد مشکل رابطه داره و چه اونی که حالا متأهل و ازدواج کرده مشکل رابطه داره، رابطه با فرزند، رابطه با استاد، رابطه با رئیس، رابطه با پدر، مادر، دوستان، اطرافیان، همسایه، یعنی یک چیزیه که واقعا یک مؤلفه‌ایه که در زندگی ما به صورت گسترده وجود داره. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما از این فرصت استفاده بکنید. در مورد دلبستگی، موقعی که این سرفصل رو دیدم توی اون PDFی که به من فرستادن آقای دکتر، به این فکر کردم که حتی خانومایی که مثلا تازه عروس هستن و حالا به زودی مادر خواهند شد، یا اینکه نه مادر هستن نوزاد دارن، کودک زیر 3 سال دارن، چقدر این مبحث میتونه بهشون کمک بکنه. چرا بچه‌ها من اینو میگم؟ به خاطر اینکه کیفیت و چگونگی روابط ما در بزرگسالی برمیگرده به اینکه دلبستگی ما از چه نوعی هست، برمیگرده به اینکه مادر در 3 سال اول زندگی، حالا اون مراقب اصلی که بیشتر وقتها برای اکثر افراد مادر هست، او چگونه با نوزاد و کودکش تعامل کرده، چقدر تونسته نیازهاش رو به درستی و به موقع پاسخ بده،
چقدر تونسته در دسترسش باشه، چقدر تونسته امنیت بهش بده. و اگر مادر تونسته باشه این کارها رو به درستی انجام داده باشه، حالا فرزندش در سن بزرگسالی میتونه یک رابطه بسیار بسیار خوبی با اطرافیانش داشته باشه، میتونه از افکار و احساساتش حرف بزنه، یعنی ابراز احساسات داشته باشه، میتونه مسائلش رو توی رابطه حل بکنه، یعنی حل، تمرکزش روی حل مسئله باشه نه چیز دیگه ای. اگر که دلبستگی ما دلبستگی ایمنی باشه، ما به افراد و افراد مهم زندگیمون نمیچسبیم، یعنی اون چسبندگی رو نخواهیم داشت، ما دلبسته اونها هستیم نه وابسته. و اینکه از اینکه بریم وارد یک رابطه صمیمی بشیم حراسی نداریم، نمیترسیم از اینکه طرد بشیم، از اینکه رها بشیم، صدمه ببینیم، آسیب ببینیم. و میتونم بگم که مراجعی که در واقع در طول روز مراجعه میکنن، اکثرشون همین مشکل رو دارن، میاد میگه آقای دکتر که من نمیتونم اعتماد بکنم، نمیتونم. اصلا نگاهش به دنیا نگاهی هست که در واقع برپایه اعتماد نیست. احساس میکنم که اگه برم توی رابطه آسیب میبینم، نمیتونم به دیگران اعتماد بکنم. یا از اون طرف کسی میاد که به خاطر اینکه تو رابطهش بسیار بسیار وابسته هست، طرف مقابل از این رابطه دلزده شده، یعنی دلزدگی به وجود اومده. و از اون طرف کسایی هستن که میگه من آرزومه که برم توی رابطه صمیمی، یه رابطه برقرار بکنم، ازدواج بکنم، اما نمیتونم این کار رو انجام بدم، یعنی نمیتونم این ریسک رو بکنم و برم وارد این رابطه بشم. همه اینها ریشه در دلبستگی ناایمن ما داره. بنابراین باز هم دوستان بهتون توصیه میکنم که حتما این دوره رو شرکت بکنین. اگر سوالی هست بفرمایین، کامنت بکنه. اگر سوالی هست که من نپرسیدم و ممکنه که برای شما ایجاد شده باشه، حتما بپرسید. راه ثبت نامی رو آقای دکتر گفتین که از در واقع از طریق ادمین شما هست، خانم دریا توفیقی، درسته؟ بله بله، خانم توفیقی. برای عزیزانی که دقیقا از کسانی که در استرالیا هستن که با خود من تماس میگیرن، بقیه عزیزان باید زحمت بکشن با شماره هایی که گذاشته شده با ادمین خانم توفیقی تماس بگیرن. اگر سوالی دارن ایشون جواب خواهند داد. اگر که میخوان ثبت نام بکنن، ایشون راه ثبت نام رو بهشون خواهند گفت. اگر بخوان بروشور رو دریافت کنن، هرچند که بروشور منتشر کرده، ولی به هر حال بخوان بروشور رو یا اطلاعات رو دریافت بکنن، بله ایشون خدمتشون خواهند داد. بله بله، خیلی ممنون آقا دکتر. توضیح هست که من نپرسیده باشم و شما بخواهی که دارم. نه خواهش میکنم، خیلی ممنون. نه محبت کردید. من فقط میخواستم یه چند تا نکته رو هم که شما صحبت میکردین، چند تا مطلب هم باز حالا به ذهن من رسید که اگه اجازه بدید من اینا رو یکی دوتاشو بگم. بله خوشحال میشم اگر شما مطلبی خواستین اضافه بکنین، عالی. ضمن اینکه نکته‌ای که گفتین بسیار بسیار خوب بود، بسیار عالی بود. در حقیقت همونجور که گفتین سواد رابطه متاسفانه خیلی از ما نداریم، یعنی نمیدونیم که چگونه باید با همدیگه ارتباط برقرار کنیم، حالا تو نقش‌های مختلف، از جمله مثلا نقش مادر فرزندی، پدر فرزندی، نقش زن عشویی، نقش همکار، نقش خواهر برادر و غیره. بلد نیستیم، یعنی بلد نیستیم که مثلا احساسمون رو چجوری باید بیان بکنیم، بلد نیستیم که انتقادمون رو، از یه چیزی ناراحت شدم، از یه چیزی فرض بفرمایید رنجیدم، میخوام این انتقاد رو بیان کنم، میخوام این رنجش رو بیان کنم، بلد نیستیم چگونه باید بیانش بکنیم، چجوری اینو بگیم که حتی امکان هم حرفمون رو زده باشیم، رنجشمون یا انتقادمون رو منتقل کرده باشیم، هم رابطه‌مون رو تخریب نکنیم. معمولا یکی از اینا رو قربانی اون یکی میکنیم، یعنی یا حرفمون رو نمیزنیم، حرفمون رو میخوریم و رنج رو میرزیم تو خودمون و اون مشکل هی تداوم پیدا میکنه و تشدید میشه حتی، یا اینکه نه
مطلب رو بیان میکنیم، ولی با نوع بیانمون مشکل بزرگتر ایجاد میکنیم، به رابطه آسیب میزنیم، رابطه همون رو خراب میکنیم، یا باعث مشکل بیشتر، مثلا اختلاف بیشتر میشیم، باعث تنش بیشتر میشیم. خب چون بلد نیستیم بیان بکنیم. یا بسیاری از مفاهیم و نکات بسیار مهمی که در زمینه روانشناسی بزرگسال و کودک که شما بهش اشاره کرد، سبک دلبستگی مثلا، اینا وجود داره که اینا الفبای بهداشت روان هست، الفبای روابط سالم هست. اینا رو ما بلد نیستیم، ازش آگاهی نداریم. توی اکثر کشورهای پیشرفته یه سری اصطلاحاتی مثل این، مثلا اتچمنت استایل و نمیدونم چیزای امثالی که شما بودتونم مثال زدیم، اینا اصلا کامون پلیس اصطلاحا، یعنی خیلی پیش و افتاده است، اکثر مردم استفاده میکنن، اینا رو بلدن، ولی ما حتی در این حد هم متاسفانه اکثرا آگاهی نداریم و به شدت ضربه میخوریم از این بلد نبودن، از این مهارت نداشتن. و یه موضوع خیلی مهم اینه که ما اینا رو نمیدونیم و نمیدانیم که نمیدانیم. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی خیلی از اختلافات، خیلی از مشکلات روحی، روانی، خانوادگی، فروپاشی خانواده، طلاق و غیره ناشی از اینن که افراد این مهارت‌ها رو بلد نیستن و واقعا اگر بلد بودن این اتفاق نمی‌افتاد. یعنی ما همینجا که ما کورس برگزار می‌کنیم، خیلی از آدما میان بعدش به ما میگن که از همین حتی مردم استرالیا، خب البته اینجا چند ملیتی هست، حالا ممکن اصلا ملیتی باشن، ولی کسانی که اینجا زندگی می‌کنن و میان و میگن که من اگه اینا رو میدونستم اصلا طلاق نمیگرفتم، این طلاقه اتفاق نمیافتاد، یا اینا رو بلد بودم به بچه‌م یاد داده بودم دخترم الان طلاق نگرفته بود. باور کنید اینا رو میان به ما میگن و تعجب میکنن از اینکه مثلا 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن یه جور با بیسوادی عاطفی، همه که شرکت نمیکنن ورکشاپ رو، همه که این چیزا رو بلد نیستن، یا خیلی مهاجرن اینجا چند سال اومدن و نمیدونستن، کسانی هستن که همچنان بی اطلاع هست. ولی به هر حال اینا میگن که واقعا اگه من اینا رو میدونستم اصلا زندگیم یه شکل دیگه ای بود تا الان، اصلا رابطم یه شکل دیگه ای بود، شاید مثلا تا الان 3 بار ازدواج نمی کردم و به طلاق منجر نمی شد، شاید تا الان مثلا با فرزندم چند سال قهرم، چون اینا رو بلد نبودیم هیچ کدوم که چگونه با هم حرف بزنیم، چگونه مسئله رو مثلا حل بکنیم. و نمیدونیم که نمیدونیم، این خیلی مسئله مهمیه. و وقتی که میایم اینا رو یاد میگیریم که عجب نکات مهمی وجود داشت، عجب مهارت‌های بزرگ و مهم و مؤثری بود که من ازش بیخبر بودم، چگونه ممکنه مثلا آدم 40 سال، 50 سال، 100 سال، حالا هر چند زندگی کنه و بلد نباشه که انتقادشو چجوری بیان کنه، در حالی که صدها و هزاران بار تو زندگی پیش میاد که شما میخواید احساستون رو بیان کنید، رنجشتون رو بیان کنید، انتقادتون رو بیان کنید. یا فرض فرمایید که ندونه که سبک دلبستگی یعنی چی و ندونه که سبک دلبستگی خودش چیه، خودشو نشناسه که بابا من 50 سال دارم با مردم با این مدل سبک دلبستگی ارتباط برقرار میکنم، از اون زمان که کوچولو بودم مهد کودک میرفتم با دوستام داشتم با همین سبک ارتباط برقرار میکردم و همین تنش ها و همین مشکلات به وجود میومد و من نمیدونستم ناشی از اینه، تا وقتی که بزرگ شدم و دانشگاه رفتم و حالا سر کار رفتم و ازدواج کردم و با همسرم و با فرزندم و با نوام همچنان این ارتباطات رو داشتم، این مشکلات رو داشتم، برای که این یه پاراگراف رو بلد نبودم، به خاطر که این 1 ساعت کورس رو مثلا نرفته بودم شرکت کنم که اینو یاد بگیرم. و وقتی یاد میگیرن واقعا تعجب میکنن. اینه که من میخوام بگم که یه نقطه کوری متاسفانه این مسئله رابطه که بلد نیستیم و نمیدونیم که بلد نیستیم. و اول یعنی ما مشکلمون دو لایه سلام که اول جا بندازیم برای خیلی از دوستان، عزیزان، مردم که ما اینا رو بلد نیستیم اصلا، یه چیزی اینطوری هست که تو نمیدونی، و بعد حالا بیا یاد بگیر. یعنی دو لایه است، دو مرحله ای که خب این بسیار موضوع مهمیه. و عرض میکنم ببینید ما از حالا بچگی یه سری مهارتهایی رو تا زمانی که بزرگ میشیم به ما یاد میدن، مثلا فرض کن که میگن کفشتو اینطوری بپوش، اینجوری حموم رفت، اینجوری خودتو بشور، بهداشت فردی مثلا اینطوریه. بزرگتر که میشیم مثلا دوره میذارن برای ما
رانندگی به ما یاد میدن، راهنمای رانندگی و معلم میگیرن و اینا، به ما یادن چجوری مثلا ماشین رو راه ببریم و کنترل کنیم. ولی هر کاری که میخوایم بریم معمولا یه دوره آموزشی میبینیم، ولی یه دوره‌ای برای برقراری ارتباط نمیذاره کسی برای ما، هیچ کسی اینا رو به ما یاد نمیده، در صورتی که خوبی دائم با ماست، صبح تا شب با ماست. و چطوری همچین چیزی میشه؟ خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همین اختلافات خانوادگی و طلاق و تنش و مشکلات و قهر کردن با همدیگه و به هم خوردن دوستی ها و طلاق گرفتن بچه هامون و عزیزانمون و امثال این، و حالا دپرشن و افسردگی و نمیدونم انگزایتی و استراب و اینایی که دوچارش میشیم. ما اگر مهارت بیان احساسمون رو داشته باشیم، مهارت حالا مثلا یه چیزی یکی از عناوین کارگاهمون مرزگذاریه، حالا یه ذره توضیح میدم در موردش، مهارت مثلا مرزگذاری و مرزشناسی رو بلد باشیم، فرض فرمایید هنر نگفتن رو بلد باشیم، یه بخش بزرگی از این مشکلاتمون و این فشارهایی که تحمل میکنیم برطرف میشه. ما نه اینکه بلد نیستیم و واقعا ضروریه که یاد بگیم. اما اینکه گفتم مرزگذاری، خب شما میدونید ما توی روانشناسی اینو داریم که شما باید بلد باشین، حالا به انگلیسی میگن boundary setting، که شما بلد باشین که یک مرزی رو بین خودتون و آدم ها بسته به نوع ارتباط و صمیمیت رو که با هر شخصی دارین، یه مرز مشخصی رو بین خودتون و اون فرد تعریف بکنید، هم این مرز رو اول بشناسین، بدونین اصلا کجاست، برای خودتون روشنش کنید، برای خودتون تعریفش کنید، همین که به دیگری اینو یادآوری کنین و مرزتون رو به دیگری بشناسونین که این مرز منه، این حریم منه، از این خط و از این حد دوست ندارم شما پاتی این برتر بذارید، و منم مرزتون رو رعایت میکنم، منم حریمتون رو رعایت میکنم، حالا عملی، لفظی، رفتاری، کلامی، هر چیزی، فیزیکی، و بعد اینو خواهان رعایتش بشی، اینو ازش عقب نشینی نکنی. این مرزگذاری رو ما معمولا بلد نیستیم. خب یه مشکل خیلی بزرگی که ما داریم، ما ایرانی‌ها داریم و تقریبا هممون هم اینو میدونیم و همش هم از خودمون انتقاد میکنیم که حالا ما اینجوری هستیم و معمولا هم میگیم غربی ها اینطوری نیستن، دخالت تو کار همدیگه است، دخالت توی کار همدیگه. یعنی ببینید ما اگه بخوام مشکلاتمون رو حل کنیم، باید از مجیزگویی و همش افتخار کردن دست برداریم و یه مقدارم واقعیت ها رو بپذیریم، یه مقدارم انتقاد فرهنگی از خودمون بکنیم و انتظار نداشته باشیم که همش به همدیگه بگیم که بله ما خوب هستیم و ما ملت شریفی هستیم و ما ملت عالی هستیم و ما هیچ مشکلی نداریم. نه، هر ملتی مشکلاتی دارن، نه مشکل ماست، خوبیایی هم دارن، ضعفایی هم دارن، اینا ضعفای ماست، اینا رو باید ببینیم، اینا رو باید درک کنیم، اینا رو باید برطرف بکنیم. یکیش هم دخالت تو کار همدیگه است. حالا این دخالت میتونه دخالت غیر کلامی باشه، یعنی مثلا هممون با این آشنایی داریم، چرا رو درواسی کنم، بذارید بگم، ما وقتی که میشینیم توی مطب دکتر میبینیم همش داریم همدیگه رو ورانداز میکنیم، دقت کردین دیگه، همه نگاه میکنن این چی پوشیده، چه مکی زده، نمیدونم که دستش چیه، حالا از کجا میاد، چی خریده، توی ساکش چیه. از این جا شروع میشه تا دخالت مستقیم، سوالای بی ربط، سوالایی که به من ربطی نداره از شما بپرسن، اصلا مسئله من نیست، نه ضرری به حال من داره و نفعی به حال من، حقی من ندارم اونو بدونم، ولی به خودم اجازه میدم از شما بپرسم، به عنوان همسایه، به عنوان برادر، به عنوان خواهر سوال میکنم، حالا مثلا به عنوان مادر پدر اجازه میدم تو کار فرزند ازدواج کردم دخالت بکنم، حالا پسرم یا دخترم، به انواع و اقسام دخالت هایی که هممون از دستش به فقانیم و متاسفانه تقریبا هممون هم انجامش میدیم. خب کجا میخواد استاپ بشه؟ کجا باید این مسئله برطرف بشه؟ بالاخره باید یک کسی باشه، کسانی باشن بیان رو یاد بگیرن و یاد بدن، میگن آقا خانم ما یه چیزی لازم داریم یاد بگیریم به اسم مرزگذاری، به اسم مرزشناسی. ما مرزهای همدیگه رو میشکنیم، ما حریم همدیگه رو زیر پا میذاریم، تو کار هم دخالت میکنیم، سوالای بیجا از هم دیگه میپرسیم، تو کار هم سرک میکشیم، نگاه میکنیم همسایه کجا رفت، کی اومد، کجا، اینا به
زندگی ما داره آسیب میزنه، اینا داره به روابط ما آسیب میزنه، اینا داره بله داره مشکلات بزرگی ایجاد میکنه. خب یاد بگیریم این مرزگذاری رو. و یا مثلا نگفتن، خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر بگیم نه، یا مثلا ببخشید من نمیتونم کار انجام بدم، عذر میخوام، یا ببخشید من نمیتونم اون مبلغ رو به شما بدم، یا مبلغ کمتری میتونم بهت بدم، یا الان نمیتونم اینو در اختیارت بذارم بعدا میتونم، یا ببخشید من دوست ندارم در این مورد به شما توضیح بدم، ضرورتی نمیبینم. خب جواب غربی جایی که من زندگی میکنم معمولا هست و خیلی مؤدبانه به هم دیگه میگن و این امر جا افتاده است و کسی هم ناراحت نمیشه. اینو بلد نیستیم و نمیکنیم و میگم یا پرخوش میکنیم و با یه لحن حالا تهاجمی اینو میگیم که به تو ربطی نداره و تو دخالت نکنه فلان، که رابطه رو خراب میکنیم و اینا، حالا رو اعصاب خود اونم اثر ناخوشایندی میذاره، یا اینکه خجالت میکشیم و بله و فلان و اون کاری که در توانمون نیست با هر زور و زحمتی شده و فشاری که شده به خودمون میاریم انجام میدیم، هی از درون خودمون رو لعنت میکنیم و چرا یک کلمه چون بلد نبودم بگم نه، حالا به شکل مؤدبانه، به شکل دوستانه، به شکل محبت آمیز، ولی بلد نبودم نه بگم. اینا چیزاییه که ما احتیاج داریم خانم یزدی، اینا چیزاییه که ما باید واقعا، بله خیلی مهمه، خیلی قشنگه، منم دوست دارم که سعدی در گلستان چی گفت، که نیچه نظریاتش چی بود، که نمیدونم فلان کس، نمیدونم فلان شعر مثلا توی بحر طویل گفته شده یا توی فلان، اما اینا الفبای زندگیه، اینا الفبای سلامت زندگی و روانه، ما رو اینا باید تمرکز کنیم. و عرض کردم که خیلی برای من محرک و انگیزه بزرگی بود همین بود که میبینم ما این خلأ بزرگ توی زمینه داریم که کسی انگار بهش نمیخواد رسیدگی کنه، کسی انگار همه هم دارن ازش رنج میکشن که خیلی کم، نمیگم نیستن، ولی خیلی کم هستش که واقعا روش کار میکنن.